میوه های مثل پرتقال، موز، سیب، انگور و از این قبیل برای همه ما آشنا هستند. دسترسی به این میوه ها برای هر فردی در هر نقطه جهان ممکنه آسون باشه. ولی تو بین این همه میوه نام بعضی از اونها ممکنه برای شما ناآشنا باشه. مثلا آیا نام فیجوا، اینگا یا سیب آکی رو تا حالا شنیدین؟ این میوه ها طعم های جدید، اسم های عجیب، اشکال مختلف و فواید بسیاری برای بدن دارن. با ما باشین تا توی این ویدیو با عجیب ترین میوه های جهان آشنا بشیم. اولین میوه عجیب انگور برزیلیه. میوه این درخت یه طوریه که انگار باغبانی خوش‌ذوق برای شگفت زده کردن همسایه‌هاش اونا رو به درخت چسبونده. ولی واقعا میوه های درخت جابوتیکابا به جای شاخه روی تنه اصلی درخت میروین. این گیاه بومی آمریکای جنوبیه و تو کشورهایی مثل پاراگوئه، آرژانتین و برزیل میرویه. این میوه به رنگ بنفش براق و میشه اونو مستقیما از درخت چید و مصرف کرد. برای تماشای ادامه این ویدیو و ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. نگهداری اونا توی باغ به مراقبت زیادی نیاز داره و سالها طول میکشه تا درخت میوه بده. ولی وقتی به سن بلوغ برسه به میزان انبوه میوه تولید میکنه. میوه تا 4 سانتی متر قطر داره و درونش 4 هسته بزرگ وجود داره. این میوه علاوه بر کاربرد غذایی برای مرطوب کردن پوست، درمان آسم و اسهال هم کاربرد داره. اگه لوزه هاتون متورم شده باشه از اون میتونین برای کاهش و التیام تورم استفاده کنین. با توجه به اینکه چندین ترکیب ضد سرطانی هم توش پیدا شده، شاید در آینده از اون برای درمان سرطان هم استفاده بشه. از میراکل یا میوه جادویی چیزی شنیدین؟ این میوه خاصیت جالبی داره. بعد از خوردن این میوه چیزهای ترش طعم شیرین به خودشون میگیرن. اگه به عنوان مثال یک دانه از این میوه رو بخورین، حتی لیمو برای شما طعم بسیار شیرینی مثل آب نبات پیدا میکنه. اثرش هم یکی دو ساعت باقی میمونه. این میوه یکی از شیرین کننده های قابل توجه طبیعیه و تقریبا تو دنیای واقعی به قدر کافی شناخته نشده. همونطور که از نامش پیداست، میراکل فروت محتوی میراکولینه، نوعی گلیکوپروتئین که هنگام خوردن میوه جوانه های چشایی رو میپوشونه. اگرچه میوه شیرین نیست، اما هنگامی که گوشت تازه میوه خورده بشه و کاملا در دهان احساس بشه، اثر قابل توجهش اتفاق میفته. مثل خوردن یک لیمو که با میراکل شیرین شده که همون طعم مرکبات رو میده. فیجوا میوه سومیه که در موردش صحبت میکنیم که توی برزیل به وجود اومده. همونطور که از نامش پیداست، میوه تلفیقی از طعم آناناس و گواوا داره. این میوه بیزی شکل، پوستی سبز رنگ و گوشتی دانه‌ای آبدار و خوش عطر داره. این میوه به طور متوسط 30 دانه ریز در هر پالپ داره. گوشت شیرینش ممکنه طعمی مایل به ترش داشته باشه و پوست خامش معمولاً پیش از مصرف جدا میشه و دور انداخته میشه. میوه های رسیده لطیف و حساس هستن و با افتادن از روی درخت ضربه میبینن. بنابراین باید میوه ها پیش از اینکه خودشون از روی درخت بیفتن چیده بشن. گیلاس برزیلی یا گورومیچاما گونه‌ای در معرض خطر انقراضه که بومی نواحی جنوب شرقی برزیله. این درختچه به طور گسترده در مناطق استوایی و نیمه استوایی کاشته میشه. میوه این درخت سیاه رنگه و طعم و ظاهری مثل گیلاس داره. برخی از گونه های این درخت میوه نارنجی رنگ دارن. میوه های نارس و سبز رنگ به مرور بعد از رسیده شدن به رنگ قرمز و بنفش مایل به سیاه در میان. قطر میوه گورومیچاما با پوست نازکی که داره حدوداً 3 سانتی متره. گوشت شیرین و آبدار این میوه به رنگ سفید قرمز و 3 دانه در هسته است. این میوه رو میشه هم به صورت خام مصرف کرد، هم از اون برای تهیه ژله، مربا و پای استفاده کرد. سیب آکی میوه بعدیه. این میوه بومی کشورهای غرب آفریقا و درختی همیشه سبزه. بلندی درخت این میوه حدود 10 متره. از میوه این درخت تو غذاهای جامائیکایی استفاده میکنن. از خود میوه، هسته ها، برگ ها و حتی تنه درخت برای مواد دارویی هم میشه استفاده کرد. وقتی میوه میرسه، گوشت میوه از هم جدا میشه و دانه های دو رنگ مشکی و سفیدش دیده میشه که بافت نرم و اسفنجی و وزنی حدود 100 تا 200 گرم دارن. آکبیا یکی از بهترین گیاهایی که تو چین به عنوان دارویی برای تقویت قدرت باروری استفاده میشه. این میوه هم اکنون به صورت انبوه کشت و تولید و در فروشگاه‌ها عرضه میشه. این گیاه بومی کشورهای ژاپن و کره است و گل‌هایی با عطر شکلات داره. به همین دلیل نام دیگرش میوه درخت شکلاته. البته خود میوه طعم شکلات نداره. بسته به گونه و تیپ گیاه، شکل، اندازه و رنگ این میوه متغیره. البته ظاهر معمول این میوه استوانه‌ای یا دوک ماننده. آکبیا به رنگ‌های سبز روشن، قهوه‌ای یا مایل به ارغوانی دیده میشه. قسمت قابل مصرف این میوه گوشتی ژلاتینیه که دانه‌های ریز داره و البته جدا کردن این دانه‌ها دشواره.
آکبیا هنگامی که برسه شکافته میشه و گوشت شفافش بیرون میزنه که هنگام مصرف به همراه موز، میوه گل ساعتی یا آب نارگیل اونو شیرین میکنن. با استفاده از شکافهایی که روی غلاف میوه ایجاد میکنن، قبل از رسیدن میوه اونو باید برداشت کنن. این میوه دانه های تلخی داره که باید جویده بشه. در آشپزی از پوسته آکبیا استفاده میکنن. تا حالا اسم میوه بایل به گوشتون خورده؟ این میوه بومی کشور هند و بنگلادشه. رسیدن میوه بایل روی درخت تقریبا یک سال زمان میبره. این درخت به دلایل مذهبی و همچنین پزشکی بسیار ارزشمنده. این سیب چوبی ظاهری گرد داره و بسیار شبیه گریپ فروته. همچنین پوسته اون سخت و به رنگ سبز مایل به زرد و قهوه‌ایه. برای خارج کردن گوشت نارنجی رنگ اون باید پوسته رو بشکنین. گوشت این میوه ها در مواردی بسیار تلخه. از کاربردهای این میوه میشه در درمان مشکلاتی مثل زخم، یبوست، مشکلات تنفسی، اسهال و کمبود ویتامین C استفاده کرد. بایل میوه سنگی و یا سیب طلایی از نام‌های دیگه این میوه به شمار میاد. میوه عجیب بعدی کلاودبریه. این تمشک‌های زرد طلایی و کهربایی رنگ نرم و آبدارن. تمشک شمالی منبع غنی از ویتامین C. اندازه این میوه برابر با تمشکه. این تمشکا رو فقط باید پای درخت خورد. این گیاه بومی قطب شمال و مناطق قطبی بسیار به خانواده تمشک و توت فرنگی نزدیکه. این گیاه کشت تجاری نداره و فقط میوه‌های دستچین شده از کوهستان در فروشگاه‌ها پیدا میشن. به همین دلیل به شدت گران قیمته. چیدن تمشک شمالی منبع درآمدی برای افراد محلی به حساب میاد. یکی دیگه از میوه های عجیب و غریب کوپواکوه. این میوه اغلب در آبگیر آمازون پیدا میشه. گوشت این میوه در آب نبات و دسر استفاده میشه چون طعم آناناس و شکلات میده و بوی خوبی داره. کوپواکو سیستم ایمنی رو تقویت میکنه و از بیماری جلوگیری میکنه. کوپواکو ظاهری بیزی شکل و وزنی حدود 1-2 کیلوگرم داره. این میوه قهوه‌ای رنگ تا حدود 25 سانتی متر طول داره. پوسته بیرونیش سخته و گوشت داخلش سفید رنگ و معطره. معمولاً عطر این میوه ترکیبی از شکلات، آناناس، موز و گلابی توصیف میشه. میوه کوپواکو بسیار مغذی و عالیه و فواید بسیاری برای سلامتی داره. و آخرین میوه عجیب و غریبی که میخوایم بگیم لوبیا بستنیه. لوبیا بستنی ممکنه طولی تا حدود 1 متر داشته باشه. این میوه جزو گیاهان غلافدار و بومی آمریکای جنوبی و مرکزیه. غلافهای بلند لوبیای اینگا دانه های سیاه دارن که با یک پالپ نرم و سفید پوشیده شدن و شیرین و خوراکی هستن. طعم این پالپ مشابه بستنی وانیلیه. دانه های رسیده بستنی به راحتی با دست باز میشن. بعد از جدا کردن دانه ها پالپ قابل خوردنه.